نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داستان مردی را تعریف کرد که از امتهای قبل از ما بود. هنگامی که مرگ گریبانش را گرفت به فرزندانش گفت من چگونه پدری برای شما بودم؟ گفتند پدری نیک. گفت قطعا هیچ عمل نیکی انجام ندادم. و اگر خداوند بر من قدرت یابد چنان عذابم بدهد که هیچ کس در جهانیان را آنچنان عذاب نداده است پس اگر من مردم من را بسوزانید بعد من را خرد کنید مرا پودر کنید بعد روزی که دیدی هوا طوفانی است نصفی از خاکسترم را در صحرا و نصف دیگر را در دریا رها کنید به خدا قسم اگر خداوند بر من قدرت یابد چنان عذابم بدهد که چنین عذابی در جهان نداده است وقتی مرد فرزندانش بر بالی آمدند و آنچه را که پدر گفته بود انجام دادند او را سوزاندند لگد مال کردند و در روز طوفانی خاک سرش را رها کردند وقتی این کار را با او کردند خداوند تعالی به دریا گفت آنچه در خودداری جمع کن. اعضایش جمع شد و به یک باره در مقابل خداوند متعال ایستاد. خداوند تعالی به او گفت ای بنده من چرا این کار را کرده ای؟ گفت از ترس تو ای پروردگار از ترس تو یارب از ترس تو ای پروردگارم از ترس تو یارب از ترس تو پس خداوند او را بخشید خداوند او را بخشید هیچ کس نمی تواند از خداوند فرار کند بلکه به سمت او فرار می کنند اگر تو از چیزی حراسان هستی از آن فرار می کنی و از آن دوری می کنی. ولی که کن اگر از خداوند حراس داشتی، به سمت او برو و به اون نزدیک شو. او زنده است که هیچ فریاد رسی غیر از او نیست. او پادشاه و مالک است. او قدرتمند است. کسی که از همه تواناتر است. او عظیم است. کسی که هیچ کس نتواند حتی کمی به عظمتش برسد. و خداوند بلند مرتبه است و همه چیز در دست و تقدیر اوست. خداوند به آن مرد گفت که جمع شو. پس در مقابل خداوند جمع شد. اگر دفن شود برای دیدار خداوند خارج خواهد شد. اگر حیوانات شخصی را بخورند، جمع خواهد شد و اگر در دریا غرق شود و ماهیان وی را بخورند، جمع خواهد شد. و در روز قیامت هر کس به تنهایی خواهد آمد. روز جمع شدن خداوند همه را در کنار یکدیگر جمع می کند، اولی ها و آخریها. چه آنها که دفن شدند و چه آنهایی که دفن نشدند، همه در درگاه الهی جمع خواهند شد. اگر شخصی بر مزار مردهی رفت، جایز نیست از متوفا طلب چیزی کند بلکه باید نزد خداوند برای او دعا کند این متوفا مانند تو که احتیاج به الله داری او نیز احتیاج دارد نزد خداوند برایش دعای مغفرت و رحمت و آسایش کن و نیز جایز نیست از متوفا درخواست کنی که برای تو از نزد خداوند شفاعت کند پس میگویی ای فلانی من مریضم مریضیم را شفا بده یا شخصی میگوید من فقیرم طلب مال می کند نزد خداوند دعا کنید مخلصین الله الدین آنهایی که نزدشان دعا می کنید بنده های مانند خودتانند فرقی ندارد که جسدی را بالای زمین عبادت کنی و یا بر روی زمین چه فرقی دارد این فرقی نمی کند دعایی اگر داری و نیز احتیاجی اگر داری به خداوند دعا کن نه بر روی قبران آنهایی که نزدشان دعا میکنید، کنید بنده های مانند خودتانند نزدشان دعا کنی تا اجابتش کنند اگر راست میگویند آیا آنان پایی برای راه رفتن دارند آیا دستی برای گرفتن دارند آیا چشمانی برای دیدن دارند آیا گوشهایی برای شنیدن دارند جایز نیست بر سر قبری بروی و ازش طلب کمک کنی وقتی که بر سر مزار کسی میروی کمرت را رو به قبله کن و رویت را به قبر چرا زیرا وقتی انسانی را زیارت میکنی چهرههایتان روی در روی هم قرار میگیرد و با او رو در رو صحبت می کنی. ولی وقتی به زیارت او بر سر مزارش می روی، چهره او به سمت قبل است. چهره او می بایستی معمولا رو به قبله باشد. پس اگر تو آمدی و پشتت به طرف قبله باشد، پس رویت به طرف میت در داخل قبر است. این چگونگی زیارت قبور است. اگر به طرف قبله ایستادی و برای متوفا نزد خداوند تعالی دعا کنی امری بسیار نیک است اما تلاوت قرآن بر سر مزار مردگان و تصور اینکه قرآن بر سر مزار نفعی برای مرده خواهد داشت اشتباه است و نبی اکرم این کار را انجام نمیداد آنچه از پیامبر وارد است این است که زیارت قبور انجام شود و برای مردگان دعا شود تا اینکه دلها نیز نرم شوند پیامبر صلی الله علیه و آله علی و سلم فرمودند من قبلا شما را از زیارت قبور من می کردم ولی اکنون به شما اجازه می دهم که قبور را زیارت کنید چون باعث می شود به یاد قیامت بیفتید و فرمود اگر شخصی بر مقبری وارد شد بگوید السلام علیک ای اهل این سرزمین ای مسلمانان ان الله ما هم به شما می و از خداوند عافیت را برای خود و شما خواستاریم داریم اینها همه ذکر هایی است که شخص به هنگام زیارت مقبره ها باید بگوید اصل این است که متوفا با پارچه این پیچیده شود برای مردها سه تکه و برای زنها پنج تکه می پیچانیم. که <applause> از آن پنج تکه یکی پایین تنه و یکی برای بالا تنه و سه تکه دیگر را دور زن فوت کرده می پیچند و بعد دفنش می کنند. اگر متوفا تکه تکه شده باشد در تصادفی، دست و پایش قطع شده باشد و به دلیل تکه های زیاد جدا شده نتوانند در یک کفن حملش کنند مشکلی ندارد که آن را در تابوت گذارند بعضی از مواقع قوانین کشورها الزام می کند. اگر الزام و واجب بود که در تابوت گذاشته شود پس مشکلی نخواهد داشت یعنی در واقع کاری نمیتوانند انجام بدهند باید به قوانین آن کشور احترام بگذارند اما اصلی که در شریعت وجود دارد این است که مرده با کفن شرعی که قبلا در مورد صحبت کردیم کفن شود جایز نیست شخصی برای زیارت قبرها وقت معینی قرار بدهد مثلا بگوید که من هر جمعه به زیارت قبر میروم یا هر شنبه زیارت میکنم تعیین کردن روزی مشخص برای زیارت مزار این را نبی اکرم انجام نمیداد ولی اگر انسان بگوید من مشغله هایی دارم جز شنبه ها وقت آزادی ندارم یا جمعه که تعطیل است من پدرم را در این روزه تعطیل زیارت میکنم ولی اگر بپندارد که زیارت کردن در امروز بهتر از زیارت کردن در روز دیگر است این باطل است ولی اگر گفت که من مشغله هایی دارم و تنها می توانم در این روز زیارت کنم مشکلی نخواهد داشت فرزدق روزی بر روی قبری ایستاد و ابو هریره که خداوند از او راضی باشد در آن مکان حاضر بود. ابو هریره به فرزدق گفت فرزدق همون شاعر معروف است. ای فرزدق برای قبرت چه آماده کرده ای؟ گفت شست سال است که لا اله الا الله را برایش آماده کردم. ابو هریره به او گفت از متهم کردن زنان پاک دامن بر حذر باش زنان پاک دامن را متهم نکن مواظب باش یعنی تلاش کن با اجر وارد قبرت شوی نه با گناه اهل علم احکام دیگری را نیز ذکر کردند که مرتبط با قبر است ولی ما هایی در مورد اینکه چه اتفاقهایی در زیر زمین میافتد میپرسیم و هنگامی که دفن میشویم چه اتفاقی میافتد چه آنهایی که کوچکند و چه آنهایی که بزرگ چه اتفاقی برایشان میافتد و کی روح به او باز می گردد؟ نبی الله علیه و علیه و میفرماید به من وحی شده است که دوچار فتنه و امتحانی سخت می شود که مثل فتنه دجال یا نزدیک به آن است یعنی این فتنه بزرگی است همه ی نمازهایش بعد از اینکه تشهدش به پایان می رسد نزد باری تعالی دعا می کرد و می گفت خداوندا پناه بر تو از عذاب جهنم و از عذاب در قبر خداوندا پناه بر تو از عذاب جهنم و از عذاب در قبر روزی زن یهودی به نزد آیشه که خداوند از او راضی باشد رفت و از عذاب قبر با او سخن گفت وقتی نبی به نزد آیشه رفت آیشه از او در این مورد پرسید ایشان فرمودند بله این امت در قبر دچار فتنه می شوند سپس آنچه که مرتبط با قبر می شود را ذکر کرد دلیل عذاب قبر چیست؟ دلیل عذاب قبر چیست؟ پیامبر اکرم روزی از کنار دو قبر عبور می کرد. پس شاخه از نخل را برداشت. از میان نصفش کرد. هر نصف شاخه را بر روی قبرها گذاشت و فرمود اینها در حال عذاب هستند. از گناه بزرگی عذاب نمی بینند ولی بزرگی است. اینها صاحبان این دو قبر در عذابند و دلیل عذابشان اعمالی است که شما میپندارید اعمال بزرگی نیستن شما آنها را آسان گرفته و فکر می کنید که کوچکن گناهان بزرگ را فقط در شرک ورزیدن به خداوند و زنا و حقوق پدر و مادر می بینید و گناهان کوچک را نادیده می گیرید ولی در نزد خداوند اینها حساب می شود این قبر و آن قبر و شما فکر می کنید برای گناه بزرگی عذاب نمی بینند ولی بزرگ است خب این گناه چه بوده است؟ ایشان فرمودند یکی از آنان در میان مردم سخنچینی می کرد و دیگری جلوی ادرار خود را نمی گرفت. اولی در میان مردم سخنچینی می کرد. با سخنچینی هایش در رفت آمد بود. می آمد و بین مردم سخنچینی می کرد. پس شخصی می آمد و می گفت فلانی در مورد تو چنین و چنان گفته و شاید هم به آنها تهمت می زد و شاید هم ادعا کرده باشد که فلانی چنین چیزی گفته در حالی که اصلا حرفی نزده و به خدا قسم سخنچینی چه مقدار زیادی از خانه ها را ویران کرده است چقدر خانواده ها را از هم پاشیده است و چقدر محبت ها را از میان برده است و چقدر دوستی ها را میان محبوبان برادران و خواهران و همسایه ها خراب کرده است و همه اینها به دلیل نقل کردن صحبت است به این دلیل است که آن مرد در قبر در عذاب بود نبی اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم می گفت این گناه بزرگ است و شما آن را کوچک میپندارید ولی در حقیقت خطرناک و بزرگ است و همانا که گناهی بسیار بزرگ است میگویند مردی در بازار به برده یاد آوردن می که مردی کسی نزدش آمد که یکی از برده ها را خریداری کند یکی از آنان را دید که قوی هیکل و خوش برخورد و خوششهره بود پس خواست او را بخرد صاحب بردگان به آن مرد گفت به تو هیله نمیزنم این برده در همه کارها بسیار مفید است ولی سخنچینی فسادگر است آن مرد پاسخ داد که برای من اهمیتی ندارد که سخنچینی می کند یا خیر من کسی را می خواهم که در مزرعه کار کند و علوفه بیاورد و آب حمل کند و مواظب به دامها باشد برایم سخنچینی او بین گوسفندانم اهمیت ندارد و بعد آن برده را خرید و به خانه خود برد. بعد از گذشت چند روز برده نزد همسر ارباب جدیدش رفت و به او گفت ارباب به من گفته است که میخواهد دوباره ازدواج کند. گفت چگونه؟ برده پاسخ داد بله. آن زن گفت چه کنم؟ آن زن گفت چه کنم؟ برده گفت برایم مویی از پشت کلهش یک تار مو از پشت کلش برایم حاضر کن و با قیچی آن را نباید ببری مو را با چاقوی کل باید ببری و بعد من برای او جادویی درست خواهم کرد که به تو عشق زیادی ببرزد و هیچ وقت با کس دیگری نتواند که ازدواج کند و تا آخر عمر با تو بماند آن زن بیچاره که باور کرده بود نقشه کشیده بود که آن شب موی شوهرش را ببرد سیدش هم به قصد سرکشی به سر مزرعه رفته بود. با نیت خیری که داشت، بعد از کاشت و برداشت محصولاتش به خانه برگشت. برده گفت، آقا پاسخ داد، بله، گفت، من سخنچینی را دوست ندارم و نقل حرف و دروغ را نیز دوست ندارم. ولی چیزی هست که باید بدانی. او گفت، آن چیست؟ برده گفت، من متوجه شدم که بین همسر تو و مرد دیگری ای وجود دارد و... تمایل دارد که با آن مرد ازدواج کند و گرفتار شده زیرا همسر شماست و تمنا می کند که شما بمیرید در حالی که شما هنوز زنده هستید و متوجه شدم با آن مرد هم پیمان شده که با چاقو سرت را ببرد و با آن مرد ازدواج کرده است و اموالت را بدزدند و فرار کنند پس مواظب باش او که باور نکرده بود گفت باشه تا ببینم آن مرد شب نزد همسرش رفت و ابتدا ساکت ماند و سپس شروع به حرف زدن با او کرد. بعد تظاهر به خوابیدن کرد. وقتی همسرش دید که او خوابیده است، چاقویی در دست گرفت و نزدیک گردن او برد تا تار موی از او را ببرد. ولی مرد تصور کرد که زنش خسته کشتن او را دارد و با خودش گفت این همون گفته های فلانی بود که زنم میخواهد سرم را ببرد. آن مرد بلند شد و از دست او عصبانی شد و او را به شدت زد و چاقو را گرفت و زنش را کشت. خانواده زن متوجه شدند و آن مرد را نیز کشتند. کل خانواده را تخریب کرد و همه اینها به دلیل آن سخنچین نادان بود. ولی دیگری که جلوی مردم ادرار می کرد و بدن لختش دیده می شد و خودش را نمی شست قبل از اینکه نماز بخواند. نبی اکرم شاخی از نخ را برداشت و دونست کرد. هر یک را بر روی قبری گذاشت و فرمود همانا که از خداوند طلب تخفیف در مجازات می کنم زیرا دیگر شما زنده نیستید. ولی گذاشتن شاخه نخت روی قبر در شریعت جایز نیست بجز پیامبر اکرم. فقط یک بار این کار را انجام دادن. آن هم پیش این دو قبر بود. پس میگوید گوید والله که پیامبر شاخه نخل گذاشت روی قبر. پس من همچنین خواهم کرد. به شما میگویم که اگر پیامبر بود که از نبوتش به مردم شفاعتی می رسید شاید قبول می کردیم ولی مادامی که انسانی عادی هستی نمی توانی خودت را با نبی اکرم یکسان بدانی کسی که در درگاه خداوند شفاعت می کند و جایگاهی نزد خداوند دارد ابوبکر عمر عثمان و علی که از من و شما بهتر بودند چیزی مشابه به آن انجام نمیدادند بر مزار می رفتن و برای متوفا دعا می کردن. هیچ یک از آنها مرتکب چنین کاری نشدند که بر سر مزارها شاخه نخلی بگذارند چه چیزی انسان را از عذاب قبر نجات می دهد؟ اول دعا انسان می بایست بعد از تشهد دعا بخواند که خداوندا پناه بر تو از عذاب جهنم و از عذاب قبر و از فتنه زندگان و مردگان و از فتنه زندگی و مرگ و از فتنه دجال نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این چهار جمله را در پایان نمازش استفاده می کرد که اولی این بود دومی خواندن سوره تبارک اللذی به الملک نبی اکرم ذکر کرد که سوره تبارک اللذی به الملک از عذاب قبر نجاتت میدهد پس مستحب است که انسان این سوره را بخواند و گفتند که هر شب آن را بخوانید هر شب مانند پیامبر صلی الله علیه و آله علی و سلم و گفتند این سوره را انسان باید حفظ کند از این رو زیاد قرائت کردن قرآن و عموما تلاوت قرآن باعث می شود که آن قرآن به قاریش در قبر شفاعت ببخشد. و همچنین نبی اکرم در مورد شهید ذکر کردند که شهید از عذاب، اختلاف و فتنه قبر به دور است. صدا و جرقه های شمشیر بر بالای سر شهید برای وی کافی است که از عذاب قبر در امان بماند. پس شهیدان از عذاب رها می شوند. کسان دیگری که از عذاب قبر در امان خواهند بود، مرزبانان هستند. آنها کسانی هستند که از مرزهای اسلام دفاع می کنند و از ناموس و سرزمین مسلمانان دفاع می کنند. اگر این شخص با مرگ طبیعی هم بمیرد، خداوند وی را از عذاب قبر در امان میدارد. همچنین انسان باید همیشه دعا کند که خداوند قبرش را برایش تبدیل به باقی از باقهای بهش کند. لشه ا...